آخرین کشتیگیر آزادکار ایران که تک و تنها باید روی تشک‌های روز سوم مسابقات جهانی می‌رفت، کسی نبود جز عزت الله اکبری. پیشبینی‌ها می‌گفتند عزت الله تا قبل از ظهر می‌بازد و ایرانی‌های سالن هم روز مبارزات او را فرصتی برای گشت و گذار در بوداپست می‌دانستند، چون به اعتقاد آنها عزت به دور سوم هم نمی‌رسید. اکبری همان گمنام‌ترین کشتی‌گیر مسابقات جهانی در سومین سفر خارجی عمرش به بوداپست آمده بود. او جانشین صادق گودرزی، نایب قهرمان جهان و المپیک شده بود و مسئولیت دشواری داشت. اکبری بعد از رژیم‌های سخت و با از دست دادن کیلوهای اضافه سر وزن رسید و بر اساس قرعه باید با حریفی از مولداوی کشتی می‌گرفت. گفتم این سال شرمنده‌شون هستم، حالا رو دوشک بریم تمام سعیم رو بکنم ببینم خدا چی میخواد. فعلا یه حریف همون شکست دادم اینجا، وزن همون شکست دادم، ببین حریف همون چی بکنم. خادم میدانست اولین کشتی برای جوان 20 ساله جویباری کمی دشوار است. همین خوبه، فقط پایین باید زود بزنن این پره. پیروزی 10-2 گام اول اکبری به سوی مسیرهای دشوارتر بود. در دور دوم اکبری باید رو در روی کشتیگیری از گرجستان قرار بگیرد. فیلم مبارزات این حریف توسط کادر فنی آنالیز می شود. فشار نزدیک، خسته شده، نزدیک، حالا خالی کن. ریواز میندورا اشوئیلی هدایت نمایندی گرجستان را بر عهده دارد. از آن سوی گروه 74 کیلو اخبار خوبی به گوش می رسد. نماینده روسیه به کشتیگیر هند باخت و همین نماینده هندوستان خودش مغلوب کشتیگیر امریکایی شد و این یعنی حذف نماینده روسیه. مورابلانکو حریف بعدی عزت بود. قهرمانی سیاه چرده از یکی از قطب‌های کشتی جهان، کوبا. اما او هم اسیر باراندازهای اکبری شد. آقا باید خط آرشو خالی کنه. با دلاوری اکبری سومین پیروزی هم به ارمغان آمد. بدن کشتی به کشتی، بدن استقامتی که اون شرایط فخکار تابه داره راه میفته بدن. حالا اکبری برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی یک کشتی با نماینده ژاپن خواهد داشت. الان دوباره میاد. کشتی به سود اکبری پایان یافت، اما او حق ندارد جشن پیروزی بگیرد. نمیره تو جشن شادی ها، کار ما تموم نشده. بریم ببینیم. تنها خواسته رسول خادم از اکبری پیروزی در کشتی بعدی است، چون تیم ایران را قهرمان می کند. اما قرار نیست خود عزت از رقابت نزدیک ایران و روسیه با خبر باشد، چون او نیاز به آرامش دارد. آخرین کشتی تو هم ببین، همین یه دونه است اصلا، دیگه من نمیخوام دیگه کشتی بفتم، همین یه دونه رو میخوام. فینالته همونش. دوباره کار آنالیز آغاز می شود. کشتی نیمه نهایی و جدال با رشید قربانوف، یک کشتیگیر روسی الاصل از ازبکستان. چشم امید همه کشتیگیرها به عزت اکبری است تا امتیاز تیمی را افزایش دهد. رئیس فدراسیون کشتی روسیه بیتاب است، چون سند قهرمانی تیم ایران با شکست کشتیگیر ازبکی امضا می شود. نسخه خادم برای این مبارزه اکبری
پایین آوردن گارد تا حد ممکن بود. انصافاً 6 دقیقه این چنین به تشک نزدیک شدن و کشتی گرفتن برای دلاور بلند قامت ایرانی کار ساده‌ای نبود. لحظه به لحظه بر تعداد تماشاچیان ایرانی اضافه می شود. انگار حالا دیگر همه عزت الله اکبری را باور کردند. گارد بسته، دستانی مقابل پا و حمله های برق‌آسا دستوراتی است که از کنار تشک صادر می شود. الان میندازه خودشو دوباره از دهن. عزت پیروز شد، او به فینال رسید و همین 9 امتیاز برای قهرمانی ایران بعد از 47 سال در خارج از خانه کافی بود. خدا دوستت داره، خدا دوستت داره، خدا دوستت داره، یکی ممکنش لعنت. همه برای تبریک به عزت اکبری جلو آمدند، از مربی و خبرنگار تا تماشاچیان مشتاق. اما خبری از رئیس فدراسیون نبود. خیلی با غیرت، خیلی با درود به شرفش. من صدام دیگه در نمیاد. خیلی عالی، خدا رو شکر. چه خبر بود؟ دیگه چیکار کنید؟ هم خودش داداشمون، هم تیمون قهرمان شد. بعد نمیدونم چلا اندی تیم خارج از ایران قهرمان دوران. خدا رو صد هزار من به خدا، انقدر که خودم مدال گرفتم انقدر خوشحال نشدم تیم داره قهرمان میشه. خطیب ساعتی بعد آمد تا با عامل اصلی افتخارات فدراسیون کشتی این چنین صحبت کند. کشتی پایانی وزن 74 کیلوگرم در راه بود. نبرد با کشتیگیری امریکایی که 3 سال است به هیچ کس نباخته. عزت اکبری به این نابغه سیاه چرده باخت، اما مبارزه جانانه او ارزش مدال نقره‌اش را طلایی کرد، به خصوص وقتی او عامل قهرمانی تیم ایران شد. با پایان مسابقات کشتی آزاد، تیم ایران بعد از 47 سال قهرمانی جهان در خارج از ایران را جشن گرفت و به سلطنت روسیه پایان داد. همسرایی سرود جمهوری اسلامی ایران و چه محبتی از این بالاتر؟ این جام نتیجه تلاش زحمت کشتیگیرا، کادر فنی و جناب آقای دکتر رسول خادمه. تبریک میگم. بشینید. با پایان مسابقات کشتی آزاد و قهرمانی تیم ایران، تماشاچیان مشتاق ایرانی حاضر در بوداپست مجارستان منتظر مسابقات کشتی فرنگی بودند. آنها از همه جای اروپا به عشق قهرمانان ایرانی به بوداپست آمده بودند و یک لحظه از تشویق کشتیگیران غافل نبودند. آنها بار دیگر در استادیوم فرانس پوشکاش و سالن لازلو پاپ گرد هم آمدند تا این سالن قدیمی شهر را با فریادهایشان روی سر خود بگذارند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با رقابت‌های وزن 55 کیلوگرم آغاز شد. محمد فقیری قهرمان جوانان آسیا و کشتیگیر تهرانی که سالها پشت سر حمید سوریان توقفی طولانی را تجربه کرده بود در صف مدعیان قرار گرفت. 2 سال پیش قرعه رژیم اشغالگر قدس مانع از درخشش محسن حاجی پور در استانبول شده بود و این بار هم یک کشتیگیر رژیم اشغالگر قدس داوطلب حضور در مسابقات بود. وزن کشی آغاز شد. فقیری باید حریفانش را می شناخت. کشتیگیر رژیم اشغالگر قدس موفق به وزن کشی نشد و فقیری از این بابت
به آرامش رسید. به هیچ وقت تو قرعه کشی شرکتش ندادن. حالا دلیلش رو من فکر میکنم باید از تو بپرسیم که چرا چی بوده، نمیدونم. لایسنس نداشته. خیلی خوب، الحمدلله، خدا رو شکر. آقا شروع کن. قانونو میدونی دیگه. قانونو. باید اولش که آره ببین، اول باید هجومی کشتی رو شروع کنی. هجومی کشتی رو شروع کنی به هر حال، با اینکه اینجا بالاخره چیزمونه دیگه، کشورمونه، ولی خب داوری الان هم صبح اومدن گفتن اصلا این مسائل نیستش. هر کی باید حقش، اون باید برنده بشه. شما هجومی شروع کنی، اون تذکر اولو بذار به اون بدن، اون 30 ثانیه رو برای اون اعمال کنن. دکتر امیر ساسن، پزشک تغذیه تیم، وضعیت تقویت و بازسازی کشتیگیران را بر عهده دارد. بر اساس قرعه، محمد فقیری باید با کشتیگیر مجاری پیتر مودوش جدال می‌کرد. یکی از بنام‌ترین کشتیگیران مجاری که قرعه فقیری را سخت و سخت‌تر کرد. دلگرمی حمید سوریان می توانست برای محمد فقیری یک پشتوانه قوی و مؤثر باشد. بگی دستاشو باری کلا، بگی دستاشو یالا، راستش، راست. فقیری در جدال با حریف مجاری کولاندازهای زیبایی اجرا کرد و چیزی نمانده بود تا حریف را ضربه فنی کند. دستم از کو، سرشو بگیر محمد. حریف از امتیاز میزبانی هم بهره می برد، اما با این حال فقیری از حریف پیش بود که ناگهان اسیر یک اشتباه شد. چمنگلی و اسفندیاری بارها به فقیری تذکر دادند که دستانش را در اختیار حریف قرار ندهد. با این فن حریف مجاری، محمد فقیری دوبار فن سه امتیازی خورد و بر اساس قوانین جدید شکست به نام کشتیگیران ایران ثبت شد. اما فقیری شانس مدال برنز را هم از دست داد، چون کشتیگیر مجاری به کشتیگیر کره شمالی باخت و این سند حذف فقیری را امضا کرد. سرت آوردی پنج دو تا زد. این تو راحت برده بودی. اصلا ببین آهش کن، این ایرادی که پیدا کرد به سبک کشتی. دوام میشه چرا میای بشینی سرتو میاری پایین؟